یک زندگی پوچ را در پیش میگیرم و متوسل میشوم به انواع فعالیت ها و تاکتیک های مختلف برای پوشاندن این رنج، از جمله این که پناه میبرم به خود نمایی و خود اثباتی و جلب توجه، ولی معلوم است توجه همه را که نمیتوانم جلب کنم. عده‌ای هم به من بی‌توجهی می‌کنند، یک عده هم حسودی می‌کنند. اتفاقا هرچه بالاتر می‌روم حسادت و دشمنی بعضی‌ها بیشتر می‌شود و این باز برای من استراب می‌آورد، ناآرامی می‌آورد، شب نخوابی می‌آورد. ولی خیلی اوقات آن خانم یا آقای مشاور با اینها کاری ندارد. او به شما میگوید اگر میخوایی استراب نداشته باشی برو پیاده روی کن، تمرین تنفس انجام بده، قبل از خواب دوش آب گرم بگیر، یا برو جلوی آینه بیست و روزی 35 بار به خودت بگو من استراب ندارم، من خوبم، من استراب ندارم، من خوبم، من به حرف دیگری اهمیت نمیدهم، من ارزشمندم. البته من نمیگویم همه مشاورها این کار را انجام میدهند، مشاوران ژرف‌نگر و فرهیخته‌ای هم داریم، ولی متاسفانه بسیاری از مشاورها نگاهشان به قضیه همین است یا چیزی شبیه به این. طبیعی است که راه حلشان هم همین گونه است. البته فقط مشاور هم نه، اعضای خانواده، اطرافیان یا یک دوست فرقی نمی کند. کسی که درک درستی از مسئله شما نداشته باشد نمی تواند به شما کمکی بکند، فقط شما رو گمراه می کند. درمان کاذب از درمان نکردن بدتر است. موضوع این است که ما مسئله بنیادینی داریم به نام خودباختگی. درخت رنج ما ریشه واحد دارد به اسم خودباختگی با هزاران شاخ و برگ، ولی زدن شاخ و برگ این درخت رو از ریشه نخواهد کند. باید به سراغ ریشه رفت و خودشناسی رفتن به ریشه هاست. انسان وقتی که دچار ترس و خودباختگی و وادادگی شد و وقتی احساس کرد که محکوم است با موجودی نازیبا و ناتوان زندگی کند، تنها رایی که برایش باقی میماند توسل به تظاهر است. مجبور است خودش را غیر از چیزی که هست نشان بدهد. ممکن است بپرسید خب چرا این آدم تصمیم نمیگیرد که چهره بد خودش را به چهره خوب تبدیل کند؟ جواب این است که تصمیم میگیرد و تلاش هم میکند، اما مسئله این است که این آدم تا زمانی که فکر میکند که این تأیید باید از جامعه گرفته شود، هر تلاشی که بکند بیهوده است، چون باز هم دارد در زمین جامعه بازی میکند، باز هم دارد داخل همان تار عنکبوت تقلا میکند. این باعث میشود که یک راه بیشتر برای آدم باقی نماند و آن هم زدن ماسک بر چهره است. چرا در میان انسان ها این همه دروئی، ریا و فریبکاری زیاد است؟ چرا کمتر کسی خودش را آنجور که هست نشان میدهد؟ چرا تقریبا همه کس چهره واقعی خودش را پنهان میکند؟ به خاطر این است که در غیر این صورت جامعه او را قبول نمیکند. باید خود را غیر از آن که هست نشان بدهد، باید چهرهش را بزک کند تا مقبول بیفتد، و در این جریان بزک کردن و ماسک زدن ترس و دلهوره دائمی وجود دارد. دلهوره از احتمال رسوایی، احساس عذاب وجدان وجود دارد از اینکه فرد با خودش میگوید گیرم که دیگران ماسک مرا باور کردند، خودم خوب میدانم که همش دارم دروغ میگویم و دارم مردم را فریب میدهم. یک علت احساس خشم و نفرت پنهان که در خیلی از ما هست همین است.